با سلام به شما بینندگان عزیز، من کیان آذر به همراه همکارم جمیل فرزان برنامه نگاه روز رو به شما تقدیم میکنیم. جامعه ایران بسیار ملتهب هست و از سوی جوانان و شبکه‌های اجتماعی سه روز دهم، هفدهم و 24 اسفند به عنوان روزهای تظاهرات اعلام شدند. در این رابطه میخوایم با مصطفی صابر صحبتی داشته باشیم و نظرات ایشون رو در این باب بپرسیم. فکر میکنم که مصطفی صابر رو الان روی خط برنامه‌مون داریم. سلام میکنم به شما مصطفی صابر. سلام، متشکرم. سلام به بینندگان عزیز همین. خب سوال اولم از شما این هست که آیا شما با این روند و اعلام سه‌شنبه ها برای تظاهرات موافق هستید؟ خب طبعا بله، با این سه تا سه‌شنبه که اعلام کردن موافقم، متأ با یه شرایطی در این حال. به نظرم این تمایل جوانا که میخوان و مردم ایران که میخوان فشار رو بر جمهوری اسلامی نگه دارن و دائم تظاهرات و اعتراض بکنن و پایینش بکشن، تمایل کاملا درست و صحیح است. همین الان که داریم صحبت میکنیم تو عراق هم شروع شده، لیبی و قذافی داره کارش تمومه تقریبا، تو عربستان حتی اعتصابات کارگری شروع شده و این فضای انقلاب و تغییر رژیم ها کاملا زمینه شده که مردم هم این تمایل رو داشته باشن که فشار رو بر جمهوری اسلامی زیاد کنن و جمهوری اسلامی هم وضعش اصلا جالب نیست. در نتیجه این درسته، منتها باید توجه کرد که الزاماً این اعمال فشار شدیدتر از کانال تظاهرات های تکرار شونده الزاماً از اون مسیر نمیگذره. من پیشنهاد میکنم همه زمینه ها رو باید فعال کرد. برای مثال چهارده های شبانه، شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای به خصوص، الله اکبر رو دیگه نباید گفت، الله اکبر دیگه دورش کاملا تمومه. شعار مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، اینا مهمه. اعتصابات کارگری مهمه، اعتصابات دانشجویی مهمه، توی محلهای کار و همه محلات حرکات و به اصطلاح ابتکارات مهمه، ولی این تظاهرات هم جای خودشو داره و حتما باید وسیعاً توشون شرکت کرد، تو این سه تا تظاهراتی که گفتید. بله. خب این روزا رو چه کسانی تعیین کردند و طی چه روندی این روزا تعیین شده؟ خب شما خودتون هم اشاره کردید، اولش این رو در واقع جوونا و فعالین همین اعتراضات و همین تظاهرات ها از داخل ایران در واقع یه جوری تحمیل کردن به همه و اول یه کسایی سعی کردن مسئله رو محدود کنن به حصر موسوی و کروبی و اینا، ولی عملا برایند اینجوری شد که مجبور شدن 8 مارس که روز جهانی زن هست و یه روز چپ و رادیکال هست رو قبول کنن، مجبور شدن چهارشنبه سوری که روز جشن جووناست و ریختن سر جمهوری اسلامی اونم قبول بکنن و مجموعا این روزها تعیین شد. ولی به نظرم تعیین کننده اصلی این روزها در واقع جوونا و کسایی هستن که در خط مقدم مثلا دارن علیه جمهوری اسلامی میجنگن. خب بریم سراغ روز اولی که تعیین شده، ده اسفند، سه شنبه ای که در پیش هست. اینم اشاره بکنم هر سه تا تاریخ اینها سه شنبه ها هستش. ده اسفند اولین روز فراخوان این تظاهرات ها هست که بعضیا اعلام میکنن برای رفع حصر از موسوی و کروبی باید باشه. نظر شما در این رابطه چیه؟ به نظرم نباید به این محدودش کرد. این کاریه که مدافعان جمهوری اسلامی و کسایی که میخوان دوره خمینی رو برگردونن، البته توهم دارن و خیالات دارن، کسایی مثل سازگارا، نوریزاده، نمیدونم مخمل باف، کسایی که بعضا خودشون هم شریک جنایت جمهوری اسلامی بودن، اینا هی میخوان مردم رو به عقب برگردونن، اینا شدن ترمز انقلاب مردم ایران. به نظرم به اینا نباید گوش داد. روز سه‌شنبه ده اسفند روزی که باید واسه آزادی همه زندانیان سیاسی مبارزه کرد، از جمله واسه هر کسی که مثل کروبی موسوی اینا هم که رژیم گرفته زندانی سیاسی باید فوراً آزاد بشن، همه زندانیان سیاسی باید آزاد بشن، ولی محدود کردنش به حصر این و اون به نظر من عقب کشیدن جنبش و انقلاب مردم، عقب کشیدن شعار آزادی زندانیان سیاسی که مردم تو تظاهراتشون مطرح میکنن. در نتیجه سه‌شنبه ده اسفند شعار اصلی آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، مرگ بر خامنه ای، این بساط رو جمع کنیده. حصرم بعد برچینن موسوی و کروبی را، مردم بعد یه روزی نجات بدن از دست برادرای دیروزشون، از دست کسایی که کنارشون وایسادن، عمری جنایت کردن، حالا مردم بعد اونا رو هم نجات بدن. این به جای خودش، ولی اینکه دیگه حالا تبدیلش کنی انگار همه حرکت واسه این شده که بری حصر اونا رو برداری، این به نظرم کاملا غلطه، کاملا خطاست و رو به عقبه. بله.
در رابطه با 8 مارس برابر با 17 اسفند و چهارشنبه سوری هم همینجور میخواستم بپرسم به نظر شما چه شعارهایی باید شعارهای محوری این روزا باشن؟ به نظرم تو 8 مارس روشن آزادی زن، آزادی جامعه است، سرنگون با رژیم آپارتاید جنسی، آزادی بی قید و شرط زن و مرد، اینا با قدرت تمام باید مطرح بشه. این انقلاب زنانه است، ما بارها این رو گفتیم. 8 مارس هم روز مهم و تعیین کننده‌ای در تاریخ ایران هست. اولین تظاهرات توده‌ای و عظیم علیه جمهوری اسلامی تو 8 مارس سال 57 بود. در نتیجه 8 مارس آزادی زن، سرنگون کردن این رژیم آپارتاید جنسی شعار اصلی است. در مورد چهارشنبه سوری هم خیلی روشنه، روز شادی، روز خلاصی فرهنگی از دست جمهوری اسلامی، روز جوانا، روز پایکوبی و روز سرنگونی جمهوری اسلامی و مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر کل حکومت اسلامی. کلا به نظر میرسه بعد از حصر موسوی و کروبی تلاش زیادی داره از جانب اصلاح طلبان خارج حکومت صورت میگیره که بتونن جای این دو نفر رو پر بکنن. شما فکر میکنید چه اتفاقی داره توی این زمینه میفته؟ به نظرم این تعبیر درست نیست که بعد از حصر اینا دارن جای این دو نفر رو پر میکنن. این دو نفر جای چندانی نداشتن که بخوان پر بکنن، حالا توضیح میدم. ولی اتفاق مهمتری که افتاده، همونطور که اشاره کردم، اینه که بعد از پایین کشیدن مبارک و فرار بن علی و انقلاباتی که توی لیبی و توی الان داریم می‌بینیم تو عراق شروع شده و توی بحرین و توی مراکش و الجزایر و حتی توی فلسطین هم قراره که تظاهرات های صورت بگیره و توی تونس هم با انقلاب ادامه خواهد داشت و گویا فردا قراره تظاهرات باشه و توی مصر هم همچنان ادامه داره. توی این فضای انقلابی و این امید و افق بسیار امید بخشی که این انقلابات ایجاد کرده، مردم ایران هم یاد فیلشون یاد هندوستان افتاد به قول معروف و یاد انقلاب 88 خودشون افتادن، دوباره شروع کردن و مردم اومدن به میدون که جمهوری اسلامی رو بندازن. این اتفاق اصلیه که اتفاق که رخ داده و در نتیجه به نظرم سوپاپ اطمینان جمهوری اسلامی که عبارت از همون جناح مغضوبش بودن و موسوی و کروبی بودن، اینم حکمت خودش از دست داده. رژیم هم داره فشار رو اونا زیادتر میکنه، چون امیدی هم به این نیست که اونا بتونن روزی وضع و اداره بکنن. در نتیجه اونا به مخمصه افتادن، به همراه اونا اصلاح طلبان خارج حکومت هم به مخمصه افتادن که بلکه بتونن خودشون رو حفظ بکنن با شعارهای، حالا قبلا میگفتن قانون اساسی، حالا یه وقتی یه ذره دارن از قانون اساسی کوتا میان و یه اصلاحاتی قبول کردن و منشور دوم اومده. اینا رو به نظرم باید گذاشت کنار. دوره سرنگونی جمهوری اسلامیه، الان دیگه گفتمان انقلاب، گفتمان مسلط در جهان. در نتیجه مسئله این نیست که اینا میخوان جای کروبی و موسوی رو پر بکنن، مسئله اینه که اینا کلاشون رو بگیرن که باد نبره و یه جوری ترمزی بشن در بر سر راه انقلاب مردم ایران واسه سرنگونی جمهوری اسلامی. و به نظرم راه اینه که باید بگیم لطفاً برید دنبال کارتون، همونطور که گفتم خیلی که بخواید کار خوبی بکنید باید بپیوندید به مردم و مردم با پیروزشون بر جمهوری اسلامی حتی شما رو هم آزاد میکنن، منظورم امثال کسایی که دستشون تو دست جمهوری اسلامی بوده. البته باید جنایات و کارهایی که کردن مشخص بشه، روشن بشه و در این مورد هم باید پاسخگو باشن. بله، ما حدوداً 1 دقیقه وقت داریم و 1 سال دیگه به عنوان آخرین سوال میخوام از شما بپرسم. با این تفاصیلی که شما گفتید کلن، خب تکلیف مسئله رهبری توی این اوضاع و در این میان چی میشه به نظر شما؟ به نظرم رهبری فاکتور خیلی کلیدی و تعیین کننده ایه و اینو باید بدونیم. نهایتا انقلاب واسه پیروزیش حزب احتیاج داره، به رهبری متشکل سیاسی احتیاج داره. مردم باید خودشون رو به صورت یک نیروی سیاسی عظیم سازمان یافته متشکل بکنن که هم حکومت رو میندازن هم جاش حکومت میکنن و اجازه نمیدن که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی وضعیتی به وجود بیاد که مطابق خاص و تمایلات مردم نباشه. در نتیجه حزب سیاسی خیلی مهمه. مسئله اینجاست که این اینترنت و این شبکه‌های اجتماعی شکل و فرم حزب رو مقدار تغییر داده و حزب کمونیست کارگری مصمم هست که این خلأ رو پر کنه و اون حزب سیاسی وسیع و گسترده‌ای باشه که همه جوان‌ها، همه زن‌ها و مردا، همه کارگرا، همه آدم‌های آزادیخواه توش متشکل بشن. و همینجا به سهم خودم از همه دعوت می‌کنم که
عضو حزب کمونیست کارگری بشن. ما این حزب رو احتیاج داریم واسه اینکه جمهوری اسلامی رو بندازیم و یک جامعه آزاد و انسانی و پر از رفاه و شادی رو برپا بکنیم. با تشکر از شما مصطفی صابر. خب بینندگان عزیز، نظرات مصطفی صابر رو شنیدید. شما نظرتون چی هست؟ حتما نظرات خودتون رو برای ما ایمیل بکنید با آدرسی که در پایین صفحه میبینید. تا برنامه بعد برای شما روزها و شبهای بسیار خوبی رو آرزو میکنم.